فکر میکنم اگر اشتباه نکنم ششمین جلسه هفتمین جلسه این کلاس رسیدیم، روانشناسی دل آرام. در ابتدای برنامه بهار چند جمله لیست خودش رو راجع به اپروچ‌هایی که کاگنیتیو تراپی پیشنهاد میکنه برای استرس زدائی مطرح میکنه و من میرم بقیه کور مطلب رو به اصطلاح ادامه میدم. با سلام، مرسی. من برای کسایی که نمیدونن پس خودم معرفی میکنم، من اسمم بهار، فامیلم محمودیان و فوق لیسانس کلینیکال سایکولوژی دارم و مریجان فامیلی تراپیست اینترن هستم. یه لیستی میخوام بهتون بدم، یک برگه یه کسایی که میخوان اون دوره مدیتیشن رو اگر که میخوان ثبت نام بکنم، من اینو بهتون میدم که بگرده بین افراد و میذارم اونجا که حالا بعد بهتون بعد از صحبت ها میدم که اسمتون رو اضافه کنید. مطلب خیلی زیاد دیگه ندارم. حالا یک مدیتیشن 10 دقیقه میخواستم بهتون امروز بگم که خیلی آخر برنامه، حالا اگه شد اونو میگم که یه ریلکسیشنه، ولی کلن چیزایی که میخواستم بگم اینه که کلن بگم ریلکسیشن چیه. یکی دیگه از تکنیکایی که میشه استفاده کرد برای استرس منیجمنت میگیم ریلکسیشن. ریلکسیشن هم باز انواع و اقسام مختلف داره که توی اکثرش اینطوریه که شما یک منظره طبیعی، یک جای زیبا رو تصور میکنید. البته قبل از اینکه این کار کنید چشماتون رو میبندین، باز رو تنفستون یه مقدار تمرکز میکنین، سعی میکنین تصور کنین که تمام استرس ها، تنش ها با بازدم از وجودتون خارج میشه. بعد یه منظره زیبا طبیعی رو تصور میکنید و این خودش باعث آرامش خیلی زیادی میشه. یک اپی من پیدا کردم، این اپ اسمش هست کالم، یعنی میتونیم CALM که کاملا هم فری هست. اینو اگر که دانلود کنین توش هم صداهای طبیعی خیلی قشنگ با تصویرهای قشنگ داره، هم گایدد مدیتیشن داره که اینو من خودم استفاده کردم، خیلی برام جالب بود. و اصلا کلا غیر از حالا غیر از این اپه، اگه شما برید تو یوتیوب بزنید گایدد ایمیجری یا گایدد مدیتیشن، هر کدوم از این لغت‌ها رو اگه تایپ کنید خیلی مدیتیشن‌های مختلف میاد که میتونید باهاش مدیتیشن بکنید. بعد دیگه یه چیز دیگه که خیلی باز کمک میکنه به کم کردن استرس، دیپ بریدینگ هست، یعنی تنفس عمیق. که وقتی هم میگیم تنفس عمیق، بیشتر منظور تنفس دیافراگمی هست، یعنی نوع درست تنفس. وقتی که شما یه دستتون رو بذارین رو قفسه سینه و یه دست دیگه تون رو اگر بذارین رو شکمتون، دقت کنین که با دم آیا قفسه سینه است که میره بالا یا شکمتونه که میره بالا. وقتی که دم، یعنی نفس رو میدین به داخل، و وقتی که بازدم، اگر احساس میکنید که این قفسه سینه است که بیشتر حرکت میکنه، این تنفس صحیح نیست، یعنی این تنفس دیافراگمی که ما میگیم منظور نیست، شکم باید منبسط بشه موقع دم. اینو میشه با تمرین آدم در خودش بیشتر تقویت کنه. تنفس دیافراگمی باعث میشه که آدم بهتر رگولیت بشه، حالش بهتر بشه. نوزادا دیدین چجوری تنفس میکنن؟ با شکمشون میبینید شما اون تنفس درست دیافراگمی. بعد دیگه یکی دیگه چیزایی که میخواستم بگم، دفعه پیش فراموش کردم، این ویل آف اورنس که گفتم، اگر که میخواین بهش دسترسی پیدا کنین میتونین تو گوگل بزنین ویل آف اورنس. اولین لینکی که میاد سایت مال خود دنسیگله. توی سایت که برین اونجا باید یه ایمیلتون رو بدین، جزء ایمیل لیست بشین، ولی به طور مجانی یکی از اون لینکایی که اون بالا هست ریسورسز. توی ریسورسز قسمت سوم نوشته ویل آف اورنس که اونو بزنید یه صفحه باز میکنه که این تمرینای مختلف ویل آف اورنس رو که من گفتم میتونید اونجا برید انجام بدید. بعد دیگه یکی دیگه از من بیشتر دارم ریسورس ها رو میگم، چیزایی که منابعی که میتونید استفاده کنید خودتون که این استرس ها کمتر بشه. یه کار دیگه‌ای که میشه کرد این تمرین مدیتیشن ویپاسانا که من بهش اشاره کردم دفعه پیش، که یه مدیتیشن کاملا مجانی فری 10 روزه است و خیلی کسایی که رفتن همه خیلی استفاده کردن.
و شما 10 روز میرین، از شما پذیرایی میکنن، به شما غذا میدن، اونجا به شما جا میدن و این 10 روز وقتی که میایین اصلا یه حال دیگه است. اینا مگه میخواین بدونی که چطوریه، برید تو سایت dama.org که هستی hamma.org، سایت یه بار دیگه میگم d مثل دیوید hamma.org. میرین توی این سایت، بعد یه سایتیه که چرخی داره همتون میچرخه، شما توی قسمت لوکیشن که کلیک میکنی واردش که میشین، نزدیکترین جایی که این مدیتیشن هست به خودتون انتخاب میکنین که به ما نزدیکترین جا توی پالم سپرینگ هست، تقریبا 2 ساعت با اینجا فاصله داره که بله جاشوا 3 داره که اونجا میتونین ثبت نام بکنین و معمولا مثلا اگه امروز ثبت نام کنین دوستان 3-4 ما دیگه احتمالا نوبتتون میشه که لیستش هست، لیست کورس ها هست که کورس های 10 روزه هست دیگه. در مورد مطالبی که من گفتم، اگر هر سوالی داشتید، هر مطلبی داشتین، یا برای کسایی که دارن تماشا میکنن این ویدیو رو میخوان تو کورس مدیتیشن بیان، چون الان حضوران اینجا حضور ندارن، اگه خواستین با من ارتباط برقرار کنین، من 2 تا وبسایت دارم که از طریق هر دوش میتونین با من ارتباط برقرار کنین. یکیش هست joyoflifetherapy.com، یکی دیگه هم هست couplescounselinginnerwine.com. بعد دیگه آخرین چیزایی که میخواستم بگم، یه سری دوباره تیپ، یعنی در واقع راهنمایی برای اینکه باز پایین آوردن استرس ها. یکی اینکه سعی کنیم بیشتر آگاه باشیم از موقعیت هایی که باعث استرس میشه. اگه میخوایم از خودمون بپرسیم که معمولا تو چه مواقع دچار استرس میشم، چطور میتونم از اون موقعیت های استرس ها دوری بکنم. یه کار دیگه ای که باز میتونیم بکنیم اینه که استرس ها رو به تقسیم کنیم به استرس هایی که مهم هستن یا مهم نیستن، و استرس های چیزایی که ما استرس هایی که میتونیم تغییر بدیم چنجبل هستن یا غیر قابل تغییر، یعنی میتونیم تغییر بدیم یا نمیتونیم تغییر بدیم. اینا اگه ما بر اساس این دوتا فاکتوری که من گفتم استرس ها رو تقسیم بندی کنیم، 4 تا کاتگوری داریم، به 4 تا مقوله از استرس ها دست رسی داریم. اونایی که اصلا نه مهمن، نه ما میتونیم تغییر بدیم، اونایی که مهمن تغییرشون نمیتونیم بدیم، اونایی که مهم نیستن تغییرشون میتونیم بدیم، یا اونایی که مهمن هم میتونیم تغییرشون بدیم. که سعی کنیم که بیشتر تمرکزمون رو بذاریم رو اونا، چیزایی که تو زندگی قابل تغییر نیستن، ما باید روش های کوپینگ دیگه بعد براشون انتخاب بکنیم. بعد دیگه اینکه پیدا کنیم که از چه فعالیت‌های لذت می‌بریم. حتما توی فعالیت‌های روزانه‌مون، تو کارهایی که در طول یه روز انجام میدیم، یک فعالیت انجویبل، یه فعالیتی که توش لذت بردن باشه. حالا این لذت بردن میتونه برای هر کسی یه چیزی باشه. یکی ممکنه از تماشای یه سریال لذت ببره، یکی ممکنه دوست داشته باشه یه بازی بکنه، یکی دیگه ممکنه هر کسی ممکنه یه چیزی براش لذت بخش باشه. سعی کنیم تو طول روز یه کاری که توش لذت باشه، یه کاری که توش احساس لذت بخشیدن باشه حتما داشته باشه. دیگه اینکه ساپورت سیستم خودمون رو تقویت کنیم، که راجع به این قبلا صحبت کردیم که چقدر ساپورت سیستم مهمه، یعنی اینکه ما حلقه حمایتی قوی داشته باشیم و آدمای تو زندگیمون باشن که ساپورتمون کنن، کمکمون کنن. میتونیم عضو گروه های جدید بشیم، عضو گروه هایی بشیم که افرادی تو اون هستن که علایق مشترک با ما دارن. این یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم که با آدم های جدید باز آشنا بشیم. دیگه اینکه مواظب سلامتی بودن، ورزش کردن یکی از تیپ های خیلی مهمه و کمک کننده است. و یه چیز دیگه ای که خیلی باز مهمه این که سعی کنیم که با خودمون مهربون باشیم. این خیلی خیلی من هم با کلاینتام خیلی روی این موضوع کار میکنم، خودم خیلی از این استفاده کردم، این که دقت کنیم که با چه جور گفتگو و دیالوگ کانورسیشنی با خودمون داریم. آیا با خودمون جوری حرف میزنیم که با دوستمون حرف میزنیم؟ من خیلی موقعا با کلاینتام وقتی برام تعریف میکنن که چه نوع گفتگویی با خودشون دارم و چطور خودشون رو قضاوت میکنن، من ازشون یه سوال میپرسم، میگم که
اگر دوست صمیمیت این حرفا رو به تو میزد، چه واکنشی تو داشتی نسبت بهش؟ و خودشون تعجب میکنن که چطور ما نسبت به دیگران خیلی موقع خیلی مهربون تریم، ساپورتیویم، ولی با خودمون اونقدر که باید مهربون نیستیم و خودمون رو خیلی قضاوت میکنیم، از خودمون خیلی ایراد میگیریم و برای اینکه خودمون رو دوست داشته باشیم خیلی شرط و شروط داریم. ما سیمپلی، یعنی به سادگی، فقط به خاطر اینکه هستیم، برای اینکه به دنیا اومدیم، هممون لیاقت واقعا عشق رو داریم. میبینیم یه عشق بدون قید و شرط. همون نکرده عزیزی که خانم دکتر خیلی صحبت کردن ازش، یعنی بدون اینکه هیچ کاری بکنی، هر انسانی فقط به صرف اینکه انسانه، این در واقع این لیاقت دوست داشته شدن رو داره. بعد خب بر اساس این سعی کنیم پس با خودمون بهتر مهربون تر باشیم. استفاده از حس sense of humor، یعنی حس طنز تو زندگی، باز یکی از چیزهایی که خیلی کمک میکنه شرایط استرس دا، اینکه یه چیز فانی یا خنده دار تو هر شرایط سختی پیدا کردن میتونه خیلی کمک کنه که آدم هپی تر و خوشحال تر باشه. یکی دیگه اینکه جورنال بنویسیم، یعنی جورنال نوشتن باز یه تکنیکه. شما اتفاقاتی که میفته براتون تو طول روز، یه وقت ممکنه احساس کنید که کسی نیست که بتونید باهاش درد دل کنید خیلی راحت، میتونید یه کاغذ بردارید شروع کنید Dear Journal، یا دفتر عزیزم میخوام برات بگم که من چه احساسی دارم. یه مقدار آدم تخلیه احساسی میتونه بشه، یعنی وقتی که احساس کنید با امنیت، حالا که کسی نمیخواد شما رو قضاوت بکنه، فقط برای دفترتون دارین درد دلتون رو بیان میکنه، اون چیزی که تو دلتون هست میاد بیرون. این خودش باز یه تکنیک خیلی خوبیه که میتونه استرس ها رو کم کنه و باعث آرامش بیشتری بشه. یکی دیگه این که سعی کنیم یه هنری رو باز وارد زندگی کنیم. هنر همونطور که میدونیم با نیمکره راست مغز در ارتباطه، با لذت از زندگی. هنر همیشه باعث میشه که آدم حالش بهتر بشه، بیشتر در لحظه بتونه حضور پیدا بکنه. و آخرین چیزی که میخوام بگم مربوط میشه به اون سوالی که شما کردین، که اون تجربه های ناب و ما چطور، من همیشه گفتم دنبالش هستم. این چیزی که من خودم همیشه دنبال، یعنی منم برام تجربه های ناب بوده و همیشه دنبالش بودم. چیزی که منو به فیلد سایکولوژی آورده اصلا این بوده، شاید یه جورایی به خاطر اینکه من لیسانسم فیزیکه، یه فوق لیسانس دیگه دارم، یه فوق لیسانس مدیریت گرفتم تو ایران و بعد علاقه من شدم به سایکولوژی. و اصلا کلا هدفم تو زندگی همینه که اصلا آدم چطور میتونه خوشحال تر باشه، جوی بیشتر تو زندگی داشته باشه. و اینو میخوام بگم، کوتاه میکنم، تجربه خودم رو میخوام بگم. اینه که تجربه خودم، خانم تو دکتر همش داره من یادآوری میکنه، من 2 دقیقه دیگه تموم میکنم صحبتمو. این یه کار خیلی ساده، صبح فقط از خواب بیدار شدن، یه ربع رفتن به طبیعت، نیم ساعت رفتن به طبیعت و حضور کامل پیدا کردن. این کار خودم کردم که دارم میگم و خودم خیلی کمک کرده. حضور کامل پیدا کردن در طبیعت، یعنی هر یه قدمی که شما برمیدارین بهش سعی کنین آگاه باشین، هر یه برگی که میبینین، هر یه صدایی که میشنوین، یه صدای پرنده که میبینین، این درخت و رنگاشون، چیزای خیلی خیلی، این پرنده‌هایی که تو آسمون پرواز میکنن، این آدمایی که میان رد میشن، یعنی تصمیم گرفتن برای حضور در لحظه. یعنی اینجوری ما با تمرین میتونیم اون تجربیات رو ایجاد بکنیم. و خب اولش ممکنه سخت باشه به خاطر اینکه خیلی فکرای دیگه میاد، خودمون رو هی کچ میکنه، خودمون رو در نوچ خودمون رو میگیریم، اوه الان حواسم رفت. میبینیم مثلا فرض کنیم مسافتی رو رفتیم مثلا اینجا نبودم، دوباره خودمون رو برمیگردونیم with compassion، با محبت. این خیلی مهمه که با محبت دوباره خودمون رو برمیگردونیم به لحظه حاضر و روی این خودش یه مراقبه است که میتونه کمک کنه برای دست یافتن به اون تجربه هایی که گفتم. مرسی از توجهتون. ممنون از دکتر. من این لیست اینو بهتون میدم، هر کی که میخواد برای اون کلاس مدیتیشن اسمتون و ایمیلتون و اینا رو اینجا کلاسی رو که برای یادآوری فقط میگم، کلاسی رو که برای مدیتیشن لیستشو رد میکنن، باز دوباره من فردا تلفن نگیرم که چرا من تو کلاس کار کمرشال کردم. این کلاسی که قراره تو این ابن سینا یا جای دیگه به طور رایگان برای این تمرین برای شمایی که علاقمندین برگزار بشه. خب برگردیم سر
برگردیم سر بحثی که شما با تکنیک هایی که قرار شد از ناآرامی دل کار کنه، به خصوص اون چیزایی که امروز بیشتر به اصطلاح کسانی که در نقش مشاور و در نقش شاید کوچ و در نقش مربی مدرسه و کالج و کار کردن با تینیجرهایی که تو استرس هستن یا در محیط کار و غیره، از این تکنیک ها استفاده میکنن که به اصطلاح ایشون اسم بودن، تکنیک هایی که بیشتر میخواد ابزار کاربردی در اختیار شما بذاره وقتی که دچار تشویش هستید. همون سایتی که هفته قبل خدمتتون گفتم، هد اسپیس، که نشونم دادم، یه مایند اسپیس هست، هد اسپیس، مایند اسپیس تو هد اسپیس میام، کاتگوری اصلیش هد اسپیسه. یه سایتیه که علامتش هم یه نارنجی گرده، وقتی میزدید میاد. اون دقیقاً در اون 10 جلسه اولی که رایگانم در اختیار شما میذاره میگه که چطوری شما میتونید اون تشویش ها و آشوب های دل رو که ناشی از پراکندگی ذهن ما و چند پارچه شدن احساسات ما و به خصوص کانفلیکت هایی که ما در شبانه روز تجربه میکنیم. مثلا فرض کنید یه عزیز بیمار دارین، ولی از یه طرف مسئولیت کار دارین و باید هم اینجا باشین هم فکرتون اونجا باشه، و این در واقع کشیدن هایی که تو زندگی مادریه که عاشق اینه که کنار بچهش باشه، ولی کم باید بره سر کار به دلیل اینکه اگه 3 سال 4 سال بخواد بشینه بچهش رو بزرگ کنه، دیگه از میدان کار میفته بیرون، بازگشتش به میدان کار دوباره مشکله دیگه. این مسئله کار و اولویت کار و اولویت پیشرفت و اچیومنت به جای رسیده که خب گوگل و اپل به خانوما توصیه کردن برای اینکه درجات عالی ترقی رو طی کنین و از نردبان ترقی سریعتر بالا برین، نگران بچه دار شدن نباشین، اگتون رو فریز کنین، پولش هم ما میدیم، وقتی مقاماتتون رو طی کردین بعد اینو بچه کنین و بگیرین بغلتون بشینین و مادریتون رو بکنین. خب این فقط توی جامعه همچین تدبیری اندیشیده میشه که تو این جامعه دارن بوق و کرنا روز و شب میگن مهمترین کار یه انسان اچیومنتشه، خب موفقیتشه، اچیومنتشه، در حالی که اچیومنت ما رو میبره یه جا، این دل وامونده ما رو میبره 1000 جا. و درست وقتی که یه ناهمگونی شناخت بین آنچه که دل میطلبد و آنچه که ضرورت زندگی ماست به وجود میاد، مقدمه ناآرامی های دل و تشویش دل به اصطلاح آغاز شد. به همین دلیله که بارها گفتم باکمینستر، آخرین فیلسوف معاصر آمریکایی، فیلسوف مطرح آمریکایی، در یه سخنرانی در سال 1975 که منم خیلی با تلاش اون تو شرکت کرده بودم، گفت انسان برای خودش تمدنی آفریده که برای دوباره انسان شدن باید 90% آنچه که آموخته فراموش کنه. یعنی یه مدل زندگی خاصی به اصطلاح به وجود اومده دیگه. حالا ما که نمیتونیم جلوی عقربه های چیزو بگیریم، تکنولوژی هم که داره میتازه و تازشش هم سریعتر خواهد شد و احتمالاً نسل‌های بعدی کمتر از ما تعارض و کانفلیکت ممکنه تجربه بکنن، اگرچه به قول چیز گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. من فکر میکنم دل آدمی تا انسان هنوز وارد یه مرحله ایولوشنری دیگه نشده. آخه خیلی ها میگن بیماری آتزه
چرخه نوین ایولوشنه. آتیستیکا کیان؟ اونایی که با بقیه رابطه برقرار نمیکنن، تو خودشونن، ولی استعدادهای خارق العاده در خیلی موارد دارن. بعد الان یه نظریه ادعا میکنه که شاید انسان، یعنی این که الان هم میگن چرا آتیسم اینقدر زیاد شده، یه تئوریسین اومده ادعا کرده گفته شاید ما در لبه یه اِوولوشن جدیدی، همونطوری که همطور هی ایوالف شدیم اومدیم بالا. حالا این داره میگه چی؟ یعنی میگه شاید انسان حلقه بعدی تکاملی اصلا دیگه رابطه گرا نباشه، خیالش راحت بشه. خب خیلی از تشویشاش هم از بین میره دیگه. نمیدونی، اینا جز اون نادانسته هاییست که نمیدونی، ولی میگم نو، تا این دل هست و تمناهای دل هست و مدل زندگی فرصت این که ما به تمناهای دل برسیم به ما نمیده، ما میتونیم گرفتار کانفلیکت، تعارض و تشویش باشیم. حالا حداقل مکاتب انسانشناسی شرق، چون ما درسته که تو روانشناسی غرب به خصوص روانشناسی نیروی سوم یا هیومانیستیک سایکولوژی که پرچمدارش ابراهام مزلو و نمیدونم یاسپر و راجر و رولومه و سیدنی جرارد و ویکتور فرانکل و اینا هستن، اگزیستنشیال سایکولوژیستا، درسته که اینا رفتن که توجه کنند به نیازهای واقعی انسان، و به همین دلیله که مزلو سلسله مراتب نیازها رو تدوین کرده و میگه نیازهای فیزیولوژیک پایان، بعد از اون نیازهای امنیتی، بعد از اون نیاز تعلق و متعلق بودن، بعد از اون نیاز دوست داشتن و دوست داشته شدن، و سپس نیاز خودشکوفایی و به اصطلاح بالقوه در آمدن بالفعلهای ما و تحقق نفس، اینا رو میگه به این ترتیب هست اینا. ولی سیستم مثلا سیستم هستی شناسی مولانا بسیار سیستم منظمیه، یعنی حالا به صورت تئوری در دانشگاه‌های آمریکا سیستم انسان شناسی مولانا تدریس نشده، ولی حتما این اتفاق خواهد افتاد. چون اون از چی صحبت میکنه؟ خیلی ساده، اصلا کامپلیکیشن هم نداره. میگه ما یک جوهری داری که این جوهر در اصل مشترک و واحد، وحدت وجود، و این جوهر وقتی که به اصطلاح متولد میشه در تجربیات زندگی یا محیط، به این جوهر فضای ظهور و رشد و نمو و بلوغ میده، که این انسان دلی سلامت پیدا میکنه و همه عمر طالب یک کالاست، و اون کالا عشق و مهربانی و ارتباطه. یا میگه این جوهر از تجربیات زندگیش لایه 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 مثل پیاز، ورقه ورقه ورقه، پوشش های خیشتن کاذب یا نیازهایی که جامعه بر این جوهر سوار میکنه و انسان رو هی دورتر و دورتر و دورتر و دورتر از خودش میکنه، و ما عمری در راه به اصطلاح اجرای و ایفای نقش هایی که بر جوهر ما سوار شده میگذرانیم، و این انسان پیوسته تنهاست. و اون که وقتی به مولانا میگن که مثنوی رو بنویسه، از تو رداش در میاره شعر اول مثنوی رو، بشنو از نی چون حکایت میکند، از جدایی ها شکایت میکند، که از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند. بریده شدن انسان از نیستان هستی یعنی قفلت کردن او از جوهر وجودی خودش و تندر دادن به رول‌ها و نقش‌های اجتماعی.
حالا ممکنه ما بگیم که خب ما چطوری میتونیم یعنی تو جامعه زندگی کنیم اما با جامعه نباشیم؟ نه، مولانا فرمول اونم به دست میده، فرمول اونو به دست میده که ما در میون همه مردم میتونیم باشیم و با همم میتونیم ارتباط داشته باشیم. اتفاقا فرمول مولانا خشکاننده ریشه تعصبات و انحصارگرایی ها و تنها شدگی هاست. شما نگاه کنید، ما محلمون با یه محله دیگه فوتبال بازی میکرد، ما میخواستیم بچه های اون محله رو بکشیم بلکه پاشون رو بزنیم قلم کنیم که فردا ما برنده شیم. بعد مدرسمون با یه مدرسه دیگه، بنابراین احساسات درون گروهی بر علیه برون گروه ها، خب این پایه تعصبات دینیه، پایه تعصبات نژادیه، پایه اولویت های قبیله‌ایه، پایه نژاد پرستی های ملیه، پایه همه اینا هست. ولی مولانا 800 سال پیش برای اینم فرمول داده، میگه حالا الان شعرش یادم میفته، بیرون از این میگه تمام این جنگ ها، تمام این ضدیت ها، تمام این خصومت های ما به خاطر اینه که دارای گرفتار یه نفسی میشیم که ربط به جوهر ما که با دیگران مشترکه نداره. و میگه به محض اینکه تب کنیم تو اون جوهر یا سیر کنیم در اون جوهر، بخشی از همه هستیم. حالا شما فکر کنید اگه من بخشی از شما باشم، به شما به اون دلیل نمیتونم ظلم کنم که ظلمش مستقیم میاد به خودم. یعنی فقط همین. حالا وقتی که برمیگردیم میگیم که چرا یافته های مولانا، گفته های مولانا با یافته های نوروساینس امروز هماهنگی پیدا میکنه، وقتی که باستون گروپ، گروه تحقیقاتی پژوهشی باستون از experience of usness، تجربه مایی حرف میزنن و میگن این لغت هم باید بگیم متعلق به ماست، برای اینکه یه تجربه در سطح ارتباطات مغزی که در نگاره‌های امارای فانکشنال میشود دید این رو. اون لحظه‌ای که من آنچنان از خیشتن تهی و آنچنان متوجه تو هم که حسی رو که تجربه میکنی مثل تو تجربه میکنم و منعکس میکنم به تو و تو در میابی که کسی بیرون از تو حال تو را دریافت. این تجربه ماهیه و در اینجا هست که حس مشترک یا میدان یا یونیفاید فیلد به وجود میاد. خب اگه نوروساینس میگه این تجربه، این تجربه به خصوص درد را کاهش و شادی را افزایش میدهد، پس نداشتن این تجربیاتی که اینقدر به دردهای زندگی ما و به دنیای امروز ما افزوده. یعنی از یک طرف ما سخت تنها شدیم، از یک طرف سخت خودخواه شدیم و از یک طرف دیگه وقتی که اینقدر خودخواه شدیم، من به همون اندازه که خودخواهم میدونم اونم خودخواه دیگه. ما در جهانی که زندگی میکنیم تولید میکنیم، من وقتی اینقدر خودخواهم میدونم تو هم خودخواهی همینقدر، و وقتی که میدونم تو خودخواهی احساس تنهایی میکنم. به همین سادگیه. وقتی فکر میکنم تو هم خودم خودخواهی، خودم خودخواهم، پس تو هم همینقدر خودخواهی، و وقتی که تو خودخواهی پس من چه کسی رو دارم؟ خب در جامعه ایندیویدوالیستیکم این عجیب نیست، اتفاقا فرمول کاره. من اون دفعه یادتونه نظام فرهنگ کلکتیویستیک و فرهنگ ایندیویدوالیستیک رو به اصطلاح شکافتم که در چه زمینه های با هم چه تفاوت هایی دارد. بنابراین برگردیم به این که اگر درد ما انسان ها، اگر تشویش واقعی، ریشه تشویش، به قول معروف existential suffering، existential suffering ما ریشش در اینه که ما یک به جوهر خیشتن پشت کردیم و لحظه که به جوهر خیشتن پشت کردیم، نی هستیم که از نیستان وجود کنده شدیم.
که از نفیرمون مرد و زن نالیدن، یعنی دردش اینقدر بزرگه. اون وقت جالبه که مولانا اینو باز میکنه، اینو میگه، این شعر اول مثنوی رو میگه و بعد شروع میکنه. شش فصل داره مثنوی دیگه. فصل اول مثنوی میره چی میگه؟ قصه پادشاه و کنیزک رو باز میکنه، درسته؟ تو قصه پادشاه و کنیزک مولانا چی داره میگه؟ خیلی ساده، تو پنج کلمه اگه بخوایم بگیم، پادشاهی در شکارگاه عاشق کنیزکی میشه سخت زیبا، دستور میده بیارنش، بزکش کنن، لباس بپوشونن، ببرن تو خوابگاهش، باهاش صفا کنه. وقتی میره باهاش صفا کنه میبینه دخترک مریض میشه و بیمار میشه و زرد روی میشه و داره از بین میره. پادشاه هم سخت عاشق اونه، هر روز هرچی دکترای به قول معروف طبیبان جسمانی میان که این دختر رو درمان کنن، آن چه که کردن نتیجه وارون نمیده و دختر در پردگاه مرگ قرار میگیره. پادشاه که سخت عاشق اونه، پریشان حال، پابرهنه. پابرهنه یعنی متواضع. پادشاه که همیشه باید با قراول رو نمیدونم اسب فلان، راستی ایمیل دستم رسیده بود که پادشاه یا امیر سعودی به دخترش برای سالگرد ازدواجش یه توالت و بیده تمام طلا داده، عکسش اومده. نگاه کردم دادم میترسه اصلا رو بشینه. به هر حال این پادشاهی که قرار اینقدر تمتراق داشته باشه، پابرهنه میدوه در مسجد و زار میزنه به در شبستان مسجد و خوابش میبره از درد وحشت از دست دادن محبوب. وقتی خوابش میبره در شبستان مسجد خواب میبینه، این قصه اول مثنوی، در شبستان مسجد خواب میبینه که کسی به اون میگه که فردا طبیب روحانی، نه طبیب جسمانی، از کنار قصر تو میگذره، غلامان رو به استقبال او نفرست، تو برو و او رو به بالین معشوق بیاور تا او درمان جان معشوق کنه. پادشاه فردا میره متواضعانه باز طبیب روحانی رو میاره، میبره بالا سر کنیزک. طبیب روحانی آزمایشات اولیه رو میکنه، میاد بیرون، میگه درد کنیزک درد عشق، او دل در گروه مردی زرگر داره که چند قریه بالاتر زندگی میکنه و اگر میخوای این نمیره باید با او به کام روایی واداری. حالا فکر کن پادشاه اینو میخواد واسه خودش، طبیب روحانی میگه اینو باید بدی یک دیگه حالشو بکنه تا حالش خوب شه. حالا هی میخواد بگه عشق باید از چه مراحلی عبور کنه، تسلط بر نفس. پادشاه هم میفرسته چیزو میارن، زرگر رو میارن، آقا رو میارن. بعد خب تو کاخ هم که لابد خیلی بد نمیگذره. به هر حال کنیزک هر روز گل از گلش شکفته میشه، حالش خوب میشه، حالش خوب میشه. و طبیب روحانی همزمان تدبیری کرده بوده، طبیب روحانی میدونسته که عشق کنیزک هم به اون مرد زرگر یه عشق قلابیه، جسمانیه. در نتیجه حالا یا در غذا یا در شربت یا در آب زرگر هم به تدریج چیزی میدن که او هر روز تکیده تر و زرد تر و بیمارتر میشه. از یه طرف کنیزک داره حالش خوب میشه و شنگول، از یه طرف زرگر داره زرد میشه و رنجور. بر چنانچه عشق زرگر در دل کنیزک رو به نقصان گذاشت. عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود عاقبت ننگی بود. بعد حالا مرد زرگر میمیره. آخه مرد زرگر میمیره، ولی جالب اینه که وقتی که مرد زرگر میمیره، قبل از مرگ مرد زرگر، کنیزک
با اشاراتی میل سوی پادشاه دارد، ولی که پادشاه دیگه درسشو گرفته، چون در این مراحل امتحان که دیگه لاوش ابجکتیفاید نبود و دید که این عشق با زرگر چی کار کرد و غیره، در نتیجه پادشاه با یعنی اینجور قصه رو تموم میکنه که پادشاه میگه عشق دلدادگی به تو نردبانی بود که مرا به آن عشق که باید رساند. حالا چرا مولانا میاد بلا فاصله بعد از شعر سر نی این قصه اولو میگه؟ به دلیلی که بسیار به هم مربوطه. و چرا تو دفتر شیشم دژ هوشربا رو نصفه ول میکنه؟ بازم اصلا یک نظام منظم روانشناسیه، یک نظام منظم روانشناسیه که یعنی انسان برای اینکه از تنهایی و دلمردگی و دلسردی و ترس ها و لغزش ها و بازی های اجتماعی و نقاب ها رها بشه، از کدوم گذرگاه ها باید بگذر؟ چون تو دژ هوشربا دوباره این دلدادگی به تصویر و ظاهر رو دوباره به چه زیبایی مطرح میکنه. حالا بگذاریم، من الان واسه خودم دارم کیف میکنم، با شماها خیلی کامیونیکیت دارم نمیکنم. ولی برگردیم، حالا موقعی که ما گفتیم که در روانکاوی غرب یه مدلی که اینجا این مدل رشد روانی انسان از دیدگاه روانکاوی و عرفان، که اینو من یه باری هم یادمه یه سال پیش تو کلاس به شماها دادم، روانکاوی غرب ما رو تا اینجا میاره، یعنی تا کجا از مرحله آفزین خودمحوری به مرحله سیمبیوسیس همزیگری و همبودی، بعد به مرحله جدایی و تفرد و فردیت، بعد به مرحله بلوغ تفرد و ارتباطات بالغ با بالغ، تا اونجا ما رو رهبری میکنه، راهنمایی میکنه. اما تا اینجا تولد روانی ما صورت گرفت، ولی تولد روانی ایست نداره. اینجا رو خیلی دلم میخواد با هم باشیم. تولد روانی ایست نداره. در روانکاوی غرب تولد روانی در 5 سال فاندیشن یا پایه‌های اساسیش ریخته میشه. در همه مکتب هم اینطوری هست، یعنی باید اول ما اون 5 سال سالم رو عبور کنیم. اما ما میدونیم که انسان از جنبه‌های متولد جنبه‌های متفرق به دنیا میاد، رشد میکنه و به یه جایی میرسه. مثلا ما رشد فیزیکال داریم که در هولوش 21 سالگی تموم میشه دیگه. ما بعد از 21 سالگی که رشد که دیگه نمی‌کنیم. خب و یه رشد عقلانی داریم. عقلانی نه به معنی خرد و حکمت که ممکنه هرچی سنمون بالاتر بره حالا بیشتر پیدا کنیم در اثر تجربیاتمون. عقلانی به معنی کاگنیتیو دیولپمنت. کاگنیتیو دیولپمنت هم سیلینگ داره، سقف داره. یعنی یه جایی ما کاگنیتیو دیولپمنتمون هم به اصطلاح به سقف خودش میرسه. بعد سوشال دیولپمنت داریم. سوشال دیولپمنتمون هم همینطوره. بعد ایموشنال دیولپمنت و مورال دیولپمنت دو تا پا دارن تو یه چیزی که میگیم، و اسپریچوال دیولپمنت پا دارن در چیزی که میگیم رشد روانی. این تا پایان عمر ما با ماست. درست وقتی که حتی بدن ما شروع میکنه سرازیر شدن، شما میدونی پیری از 30 سالگی آغاز میشه. بله، پیری یعنی اتروفی سلولی از 30 سالگی آغاز میشه. حالا ما همه جوونیم، ولی پیری از اون سال آغاز میشه. در حالی که پیری از اون سال آغاز میشه، انشالله بعد با وجود اینکه اون به اصطلاح آغاز میشه پیری، یعنی پسرفت سلولی و جسمی
آغاز میشه، ولی بلوغ روانی عاطفی حداقل تو تئوری هایی که کنکاش دقیق تری کردن پیش به پیشرفت خودش ادامه میده. یعنی عشق پختگی پیدا میکنه، کالچر عمق پیدا میکنه، آدم اپریشیشنش از هنر تغییر میکنه، ارزش‌های انسانی گسترش پیدا میکنه. یعنی دو تا بچه 30 ساله برای گرفتن یه پست اگر پدر همو درارن طبیعی ممکنه باشه، ولی دو تا 50 ساله اگه با هم همین کارو بکنن، اون وقت اینا 50 ساله متوقف شده در زیر 30 سالگی هستن. به قول مولانا، سفتی و سختی همه از خامی است، تا جنینی کار خون آشامی است. یعنی انسان با بلوغ عاطفی و رشد روانی مثل میوه رسیده نرم و شیرین میشه. حالا یه خانومی یه بار تو کلاس گفت، بعدش هم میگن، حالا اونم آره دیگه، به هر حال هر چیزی عمری داره. ولی جالبه که مایند ما اگر به بلوغ خودش ادامه بده، حتی روزی که نیستیم، ذهن ما در میان آنهایی که با ما زیستند کار ما رو ادامه میده. یعنی شما فکر کنین الان شما یه موقعهایی، من تو همین کلاس حرف مادر بزرگم رو زدم که نکرده عزیز، خب مایند اون امروز با ما زندگی، با من زندگی میکنه و حالا منتقل به شما شد و این تداوم پیدا میکنه. موزیک بتوون با ما ادامه پیدا میکنه و به اصطلاح از این قریبه. حالا چرا من میگم که ما اگر یه نگاهی به عرفان یا میستیکال تیچینگ بندازیم، میبینیم که یه جایی از روانکاوی، مکاتب روانکاوی غرب جدا میشه و این جدا شدنش به سمت پسرفت یا قهر نیست، بلکه به سمت تداوم و تکامله. حالا چرا اینو من میتونم بگم؟ ببینید، شما دیدیم که در قصه کنیزک و پادشاه، پادشاه بعد جوری این کنیزک رو دوست داشت و میخواست واس خودش، ولی باید با دستای خودش برای نجات کنیزک یک کسی رو میآورد که با او کامجویی کنه. در اون مراحلی که او از خواسته خودش، از تمنای خودش میگذره به خاطر اون دیگری، یه انتخاب آگاهانه میکنه، به خاطر اون دیگری یک نوع فربگی روح بهش دست میده که این یه مرحله بالاتر از اونه که I am me, you are you, if we meet each other in the same place, we are lucky, if not, you are you and I am I. نوشته معروف فردریک پرل. بنابراین این یه مرحله از اون جلوتر میره. حالا ممکنه ما بگیم که خب این یعنی چی؟ یعنی یه انسان از تمام خواسته های خودش بگذره به خاطر انسان های دیگه، بعد یعنی چی بشه؟ این با خودسوزی و با در واقع شهید شدن و خود رو فنا کردن و خود رو فدا کردن بیهوده خیلی فرق داره. این باز یه کاریه که من دارم میکنم برای اینکه دنبال یه چیزی هستم بیشتر از اونی که دارم. پادشاه بیشتر از کنیزک به دست آورد وقتی که به یه مرحله بالاتری از در واقع عشق دسترسی پیدا کرد. از این مرحله ما میگیم هارتی که به دنیا اومد یا سلفی که به دنیا اومد باید از طریق meaningful suffering، meaningful suffering و sacrifice. این لغت sacrifice رو با victimization یک جا نذارید، یکی نیست. ما
از دو تا پدیده جدا حرف میزنیم. این که من تصمیم بگیرم یک هفته یه کارایی رو نکنم که مثلا به یه انسانی که به اون پولش احتیاج داره کمک کنم، من تصمیم بگیرم، فرق داره با این که من بگم که تا این آدم بی پول اینجا کنار من هست، من یه لقمه آب خوش از گلو پایین نمیره، پس بیا بگی برو تو هم یه کاری بکن. این فرق داره. من در این جوی گفتم در دانشگاه برکلی یه تحقیقی هست که داره رو سنس هفتم یا سیونت سنس، که این اون سیونت سنسی که اینجا نوشتن دنسیگل، این اون نیست. تحقیقیه که داره از سنس آف الیویشن حرف میزنه. سنس آف الیویشن یعنی حس سبکبالی. حس سبکبالی یعنی چی؟ یعنی وقتی که شما برای، معنیش اینه فقط، برای کاستن از درد یک انسان دیگه‌ای سختی رو به خودتون هموار میکنه. مثل این نرسی که بلند میشه میره آفریقا به داد مثلا آدمای ایبولایی برسه. شما انتخاب میکنی. حالا این چرا اهمیت داره؟ برای اینکه حداقل سورن کیرکگارد میگه که این موجب فربگی سول یا اسپریچوال ویل میشه، اراده معنوی رو در ما تقویت میکنه. بعد داشتن اراده معنوی یعنی چی؟ یعنی بیرون آمدن از فشار غرایز و نیروی کور غرایز و دوم پرشرهای کور اجتماعی. یعنی انسانی که انتخاب میکنه، یعنی انسانی که دیگه مکانیکال زندگی نمیکنه، یعنی انسانی که اون کسی که تو کریج یا کالسکه نشسته، مستری که رود تو هپینس رو میده دست سورچی مستی که روی اسبهای عاطفه ما نشسته و داره زندگی ما رو هدایت میکنه. حالا در مفهوم عملیش ما بگیم در تئوری این یعنی چی؟ این در تئوری که خب این معنی رو داره، یعنی اون جایی که یک قدم بر فرق خود نه، یک قدم در کوی دوست. انتخابه. در تئوریش یعنی این، در عملش یعنی چی؟ من اگر بدونم چنین موجودی در اطراف من و زندگی من زندگی میکنه، من نه تنهام نه مشرفش. من اگر بدونم یک چنین موجودی که در راه درد زدایی از من حاضر یک نوع سافرینگی رو تحمل کنه وجود داره تو این دنیا، اون وقت من از تنهایی بیرون میام. درست ضد اون اولی که ما بدونیم هر کی اگر اوزیغازاندیه به فکر خودشه، خب من میدونم که پس کی واسه من اونجا هست اگر یه روزی بخوام. اون که اینقدر الان بهارم اشاره کرد رو حلقه ساپورت سیستم یعنی چی؟ یعنی ما کسانی رو در اطرافمون داشته باشیم که بتونیم با اطمینان بگیم برای ما از روی عشق نه ترحم، از روی انتخاب نه از زور حاضرن باشن و ایثار کنن. بزرگترین ثروتی که به ما آرامش میده، بزرگترین ثروتی که به ما آرامش میده، آگاهی از وجود یک چیز. الان در قسمت سیدر ساینای، در اون قسمتی که بیماران سرطانی رو چیز میکنن، تو اون آموزش‌های روزهای اول بحران به خانواده، چون ما رفتیم تو این پریود، میگن همزمان و معادل کیموتراپی و چیز love and support of family، love and support of family، یعنی مثل این که اون سبب میشه که بیمار دلش بخواد که بمونه و دوباره زندگی کنه. و اینه که به اصطلاح کمک میکنه حالا به تمام ساینس و تکنولوژی و یافته هایی که خب این رو مطرح میکنه. بنابراین ما در اینجا، من
جلسه آخر، جلسه آینده، جلسه آخر این کتابی که بقیه این بازگشت و پیوست من جهانی رو دوباره با هم مطرح میکنیم. ولیکن الان اینجا من میبندم که به سوالات شما جواب بدم. ولی اگر در روانکاوی، در روانشناسی و روانکاوی غرب میگن experience of usness، این تجربه مایی هیلینگ جنبه التیام بخشی و شفا بخشی داره، درد رو کم میکنه و شادی رو اینهانس میکنه. و اگر در عرفان میگن تجربه عاشقانه موجب فربگی روح میشه، پس تردیدی در این نیست که هر دوی اینا خوراک دله. یادآوری میکنم اینجا همین جمعه، فردا نه پس فردا، در منزل خانم پرنیان، آدرسشو خانم سهیلا بهزادنیا میتونن بر همه تون ایمیل کنن. کلاس ایمیل کردین؟ دوستان گرفتن همه؟ خب هر کی نگرفته میتونه از ایشون سوال کنه. همون کلاس ماهیانه آقای دکتر حقیه که در مقدمه هفت شهر عشق که از همین تجربیات به اصطلاح تئوری عطار رو اونجا مطرح میکنیم در مورد این راه سلوک، باز هم در رابطه با مسئله دل و خوراک دل و بیماری دل و سلامت دل، بزرگترین بیماری دل تشویشه. تشویشه. دل مشوش دلیست که از زندگی هراس داره. زندگی که قرار نیست چیز هراسناکی باشه، ولی دل مشوش از زندگی هراس داره. در نتیجه چشمی که باید با امید به زندگی نگاه کنه بسته میشه یا دیدش خیلی کم میشه، چشمی که باید از زندگی وحشت کنه لنز به این کلوفتی و ذره‌بین درشت نما پیدا میکنه. زندگی که آدم شادیها رو نبینه یا کم ببینه، امیدها رو نبینه یا کم ببینه و ترسها و غمها رو درشت ببینه، یه همچین زندگی حتما دل مشوش برا ما میاره. خب از حالا سوال و جوابات رو بکنی. اگر آخر سر 10 دقیقه وقت موند، ما یه تمرین مدیتیشن قبل از اینکه شما برین با بهار میکنیم و بعد میریم که هفتمون هم نسبتا آرام باشه و سوالاتتون بفرمایید. خواهش می‌کنم. من شما گفتین که ساپورت